دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه روز 10 آگوست بررسی پرونده یک شهروند روسیه را که در قاچاق تنگه قدیمی زمان پادشاهی روسیه عیبدار می شود پشت درهای بسته ادامه داد. در داخل تالار سودی بجز عیبدار شونده تاتیانا خوژینه و طرفدارانش از جمله نماینده سفارت روسیه در دوشنبه دیگر کسی از جمله روزنامه‌نگاران حضور نداشتند. تاتیانا خوژینه از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه می شود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. خود خوژینه از این پیش به مطبوعات گفته است که گناهی ندارد و تنگه قدیمی که برایش محاکمه میشود از زمان در روسیه بودنش در داخل همیانش نگهداری میشد. Посольство поддерживает и мои интересы, ну, представляет. Сафорати Русия мору дастгири мекунад, вале химояи мавқеи мо аз суи худамон анҷом мешавад ва вакили дифоро низ мо худамон гирифтем. Вакили дифои давлатӣ ба мо дода нашудааст. Судияи парванда хеле гузаштҳое мекард. Духтарам Софья, ки ҳанӯз ба боғча меравад, Русияро пазмон шуда, мехоҳад зудтар ба хона баргардад. در تنفسی کوتاه دادگاه الکساندر سمارتسف مشاور کنسولگری سفارت روسیه در تاجیکستان گفت که خوژینه با وکیل دفاع و ترجمان تامین است و به تاکید او از طرز برگزاری مرافعه چیزی گفتن بر وقت است. در بررسی امروزه بیانات دو متخصص از وزارت فرهنگ و خدمات گمرک شنیده شد و آنها تاکید داشتند که برای تاجیکستان این تنگه ارزش تاریخی دارد. تاتیانا با تأسف اظهار داشت که از اهمیت تاریخی داشتن این تنگه آگاهی نداشت و میخواست آن را به روسیه برد. جلسه آینده روز پنجشنبه یا جمعه هفته آینده برگزار می شود و ما امیدواریم که حکم دادگاه برای تاتیانا قناعت بخش خواهد بود. رستم حکیموف وکیل دفاع تاتیانا خوژینه میگوید مسئولین وزارت فرهنگ در مرافعه گفتند همه چیزی که برارشش از 50 سال زیاد است به اجازت این نهاد به خارجه بردن آن منع است. تو حتی ایدوکنه دولتی پرکتور هم فکری طرف را سوال جواب نقض اشتراک کرد. از طرف این سود پرکتور از طرف دیگه هم شروعاری نبود. سود ازودانه بود. باید اکنون جیندی در وقت سوال جواب بود فهمیدیم که از اکسپیتیزی که ما بوده است اکسپیتیزو از این قانون داده شده. نخستین بار درباره قضیه تاتیانا خوژینه مقامات خدمات گمرک تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 یونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد که میخواست به طور مخفی یک عدد تنگه میسین ساخت سال 1823 را به روسیه انتقال دهد. تشخیص وزارت فرهنگ تاجیکستان این تنگه را دارای ارزش تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی و آثارخوانی گفته است. طبق قانونگذاری تاجیکستان انتقال غیررسمی چنین مال از حدود کشور منع است. مسئولین وزارت فرهنگ و خدمات گمرک از دادن شرح در این مسئله خودداری کردند. تاتیانا خوژینه در مرافعه روز 10 آگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختر نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. تاتیانا میگوید دخترچه او سافیا 2 ماه باز به روسیه نرفته است و زادگاهش را بسیار یاد کرده است. در نظر است که مرافعه نوبتی روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته آینده برگزار شود.